درود بر شما دوستان عزیز همراهان همیشگی من لازم دونستم این لایو رو بذارم در این ساعت از روز جمعه جمعه ننگینی که حکومت کثیف جمهوری اسلامی من اجازه میخوام کامنتار رو ببندم دوستان ببخشید جمعه ننگینی که حکومت رژیم دجال و کثیف آخوندی یک شعافی را انداخته که متاسفانه یک عده از هموطنان ما یک عده از هموطنان ما دوستان عزیز برای اینکه فکر میکردن که اگر به جلیلی اگر نرم به پزشکیان رأی ندن جلیلی میاد و مملکت میشه مثل مملکت طالبانی یا مملکت مثلا داعشی میشه مثلا همچی چیزی و اینها بسیار بسیار انسانهای نمیدونم واقعا اسمش چیه من اونقا تو اینم نمیخوام بکنم در زم برای اینکه که اینا آدم های بی فکری هستن دوستان عزیز من ناگزیر شدم لایف بذارم الان و بگم دوست عزیزی که میری الان امروز رفتی رای دادی تو مگر تجربه 45 سال گذشته رو مگه نداشتی مگه به قول خودت اصلاحات مگه رفسنجانی ستون اصلاحات نبود مگر خاتمی آخوند ستون اصلاحات نبود مگر روحانی ستون اصلاحات نبود مگر همین موسوی نبود که سال 88 همه تو همتون رفتین من که سال 88 در زندان بودم من که 88 تو حبس داشتم میکشیدم من که 88 هشت تو زندان بودم. و وقتی که زن این جوونا رو می آوردن بعضا تو بند ما مینداختن من در زندان کچویی بودم می اومدن واید 4 و چار رو میانداختن ما وقتی باهاشون صحبت میکردیم می کردیم می چرا رفتی رای دادیم می گفت برای موسوی میگفتم تو موسوی رو میشناسی موسوی رو نمیشناختن شناختن نمی که خود این آقای موسوی یار غار خمینی بود نمیدونستن که خود این آقای موسوی پشت داستان و پشت دست های پنهان این ادام ها بود نمیدونستن که همین حمید نوری دجالی که الان آزاد شده و معاوضه شده تا یک فرایند بسیار کثیف با موسوی دوست بود تاریخ رو به جوانان ما نمیدونن مردم ما نمیدونن اسمشو بذارم شعور سیاسی اسمشو بذارم سواد سیاسی اسمشو بذارم سواد حداقل اقل سواد اجتماعی اسمشو چی بتونم بذارم من اگر بیام صحبت بکنم همه به بنده میگن آقا تو مگه الان اینم این دلغک برای من شد کارشناس بله من دلغک که هفتاد و چهار ماه از عمر جوانی نازنینم رو در زندان های جمهوری اسلامی حبس کشیدم و مملکتم رو به ناچار فرار گذاشتم اومدم پاره های تنم رو گذاشتم اومدم پدرم رو دستانش رو در آخرین لحظات نتونستم بگیرم و از دنیا رفت و بارها و بارها پدرم رو اداره اطلاعات برد شکنجه داد پده پیر مرد رو به خاطر من فرشاد پدری که انسولین میزد بردن چهار روز نگهش داشتن به خاطر من که به پسرت بگو زیب دهن تو بکشه و فلان بکنه و بسار کنه و و و و کلا مشکل مشکلات خانوادگی نمیخوام بگم اینجا آقای عزیز دوست عزیز چرا نمیری مطالعه نمی کنی که رفسنجانی با تو چی کرد چرا نمیری مطالعه نمی کنی که من کس اینو داشتم میگفتم من که سال 88 نبودم شمایی که ریختید برای موسوی سر و جان دادید احمدی نجات با با اون رادان با ماشین نیروی از روی شما رد شد شما تا کی... کی... از کی قراره بفهمی شما دوست عزیز کی میخوای مت... اساسا کی میخوای متوجه بشی امروز در این ساعت الان ایران ساعت چنده الان ایران الان ایران ساعت 18 و 6 دقیقه است در ایران نمیدونم الان اون انتصاب با سیرک انتخابات جمع شده تمدید شده چی شده نمیدونم عزیز دل چرا رفتی رای دادی چرا میری من تعجب میکنم از این هموطنان خارج از کشورمون هموطن عزیز خارج از کشور برای چی میری تو برلین رای میدی برای چی میری تو لندن برای چی تو میری کوپنهاک میری رای میدی تو کوپنهاک برای چی میری تو استکهلم برای چی میری رای میدی چرا تو میری رای میدی به چی رای میدی تو مگ... چرا اومدی تو خارج از کشور اگر قرار بود مسئله تغییر بکنه اگر قرار بود اینترنت تغییر بکنه مگر همین آقای روحانی نبود که در زمان روحانی دجال بود تلگرام فیلترینگ شد تلگرام مگر در, روح... در, زمان روحانی چرا تو شما فکر پزشکیان با جلیلی فرق داره نه آقا جونم نه بابا جونم نه عزیز من اینا همه از یه آخر علف میخورن اینا همه سرشون تو لاپای خایمنیه شاهنشاه آریامر گفت هر ایرانی باید ثبات داشته باشه اون میخواست ما رو به سرمنزل مقصود برسونه میخواست ما ثبات داشته باشیم دلش برای ما میسوخت اما اند اف دی اون سی و میلیون آدمی که اون زمان بودن خیانت کردن دنبال روی خیانت اونها شدی امروز انگشت رو زدی در خون سرینا اسماعیل زاده حدیث نجفی امروز خونت رو زدی دست تو زدی به خون سربداران و که سربدار شدن من حرف میزنم حرفای من خریدار نداره چون تون حرف میزنم چون حرف حق میزنم چون راست حرف میزنم اما کسانی که از این انتخابات خبر ساختن تایتل درست کردن چه میدونم؟ نمیخوام ال حرف بزنم میشم بازم میشم آدم بد اینجوری رفتین به تماشاشون نشستین اینجوری تو لایو الان لایو من 700 نفره میدونی چرا همیشه گفتم همیشه تو تمام لایو میگم الان اگر در مورد کون جنیفر لوپز صحبت میکردم الان لایو من شده بود در مورد سایز یاروهای جنیفر لوپز صحبت میکردم الان لایو من شده بود 3000 نفر چقدر قصه بخوریم ما چقدر غم بخوریم اونور خانواده های زندانیان سیاسی اونور زندانیان سیاسی اونور خانواده های داغدار اونور هزاران هزار مشکل اونور شمایی که میری رأی میدی واقعا یعنی من میخوام بدونم که شما خجالت نکشیدی امرو رفتی رأی دادی شما دوست عزیز خارج از کشور شما شرم نکردی شما اگر فکر میکنی که پزشکیان بیاد مملکت گل و بلبل بل میشه یعنی شما اصل نظام رو قبول داری شما دوست داری بازم خامنه ای بمونه فقط کمی شرایط عوض بشه شما به کمی شرایط عوض شدن راضی هستی شما با اصل نظام راضی هستی. شما نمیخوای این سیستم کثیف برای همیشه برچیده بشه شما از کجا میخوای شروع بکنی؟ شما چی میخوای واقعا دقیقا شما چرا نمیخوای یک تغییر در یک سیستم سیاسی یک کشوری که یک حکومت توتالیت بر... برش داره حکومت میکنه چرا نمیخوای عوضش بکنی شما من گلوم به خدا پاره یعنی من اصلا یعنی جدی میگم با تنز میگم با فش میگم با کنایه میگم چجوری بگم حکومت جمهوری اسلامی حکومت بچه کش نمیخوایم نمیخوایم حکومت بچه کش نمیخوایم نمیخوایم تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود اینو بفهمید دوستان عزیز اینو بفهمید پزشکیان مگر همین پزشکیان نبود که رفت سر قبر اون کرمان رفت سر قبر اون کودک کش بیناموس پفیوس سلیمانی رفت اونجا افتاد و گفت توییت زد گفت من کنارت هستم فلانت هستم بسارت هستم فلانت هستم میمالم برات میخورم برات همه کار برات میخورم چرا نمیبینید اینا رو کجایید شما و... یعنی... یعنی من میخوام بدونم تا... ما تا باید اسیر دستانه اسیر یک عده آدمی باشیم که ما رو آقا بسه آقا اسیر ما الان اسیر یک سری آدمایی هستیم که رفتن رأی دادن و فکر میکنن که پزشکی هم بیاد او جلیلی نباشه که آقا ما وضعیت آقا نیست مگر دوران روحانی رو یادتون رفت چه جنایت هایی شد آبان 98 مگه یادتون رفت دیمای 96 مگه یادتون رفت <تصفح> 88 مگر یادتون رفت 78 هشتا... مگر یادتون رفت بابا شما کی هستی بابا بابا شما دیگه کی هستی واقعا من نمیفهمم به خود من اصلا واقعا نمیفهمم من یکی آی don't don't وی نو وی وا به قول انگلیسی ها میگن نو وی آی دونت کر واقعا من نم... یعنی اصلا یعنی ببین اصلا مغز من مغز من منفجر میشه من یه کمدین و تنسپردازم پردازم <coughs> که خودمو دارم پاره میکنم که حمایت بکنم از ایران و ایرانی از همت آقا میفهمی یا میای منو مسخره میکنی تا کی میخوایم بشینین پای تحلیل های بررسی ایکس و ایگرگ و اون و اون چی... چی کار داریم میکنی شما تا کی شنونده این تا کی تماشاگرین تا کی میخوایم شنونده هستین تماشاگر هستین بعد میرین رای میدین چه خارج از کشور چه داخل کشور شما چه موجوداتی هستین شما از چه اسپرمی تشکیل شدین شما عمل لقاه پدر مادرتون چطوری بود که شما به وجود اومدین دوستان عزیزی که در لایف هستن منظورم از شما منظورم اون کسایی که رفتن رأی دادن و رفتن رأی دادن من به فکر اینم که این هفته یه زندانی آزاد کنم <تص> یه زندانی سیاسی که محکوم به جریمه شده رو آزاد کنم یه زندانی که محکوم به مالی شده چند وقت الان اونم بتونیم آزاد بکنیم من به فکر خدمت به, مر... به مملکت و مردم و ملت هم ملت من به فکر این که منو مسخره کنن وای یک نفری چند روز پیش به من گفت فرشاد تو که زندگی تو داری خونه تو داری من اجاره نشین نیستم من همون سالا خونه خریدم برای من که اومدم اینجا که گدا که نبودم که ببخشید این واژه رو به کار میبرم من به خاطر معیشت خوب مهاجرت نکردم که من همون تو ایران همه چی داشتم همه چی داشتم راننده داشتم کامیون داشتم فلان داشتم کوفت زرمار اموالم مصادره شد فلان بازم مون برام اومدم فروختم پول آوردم اینجا من خونم و دارم بعد یه چند چند روز پیشی که دوستان به من گفت فشت تو که خونه داری ماشینتو داری کار داری پرسونل تو داری من خود فرما خیش فرمان. خودم کار فرمان. پروژه میگیرم درسته برای یه جایی کار میکنم ولی پروژه میگیرم برای چند جا و میدم پخش میکنم به اونا حقوق میدم میگه چرا میای سرت به درد میاری آقا درش گل بگیر ببند یه هفته یه بار یه پست بذار مردم بخندن تو هم حال بکنه این فلان بعد برو کنسرت خنده بذار فلان مثل مکس امینی مثل آقای خواننده های دیگه مثل دوست خوبم آقای شاهین نجفی چرا میای قصه میخوری اینقدر چرا اینقدر هرس میخوری راست میگه من من خیلی دارم هرس میخورم به من میگه فرشاد مردم ایران قدر افرادی مثل تو رو ندارن بعدها میفهمن سالها باید بگذره بعدا متوجه بشن که تو کی بودی من نمیدونم شاید درست میگه و فرشا تو 193 تا زندانی تا حالا تو عمرت آزاد کردی تا حالا کسی اومده بگه, بگه, بگه که دمدگن گفتم چرا اون موقع ایران بودم برای من ستاد دیگه کشور برای من مثلا چیز میگرفت بزرگ دار پاستاشت و فلان اینا ولی نه کسی از مردم خارج از کشور تا حالا نیومدن به من بگن آقا دمت گرم فلان اتفاقا من منو میبینن روشونو برمیگردن اونور بر. مردم خارج از کشور نه مردم عادی نه مردمی که خودشونو شاخ اپوزیسیون میدونن دقت بکنید نگید دارم فرشاد گفته مردم نه اونایی که شاخ اپوزیسیونن سن نیومدن به من بگن آقا تو چیکار کردی چیکار نکردی تو کی هستی اصلا؟ میدونن ها میدونن اصلا جرات ندارن بیان جلو چون وقتی که عمل عمل کرده خودشونو با من تو کفه ترازو قرار میدن میبینن من سنگینم اونها اینجا هن ترازو خیلی ناجوره در برابر من حرفی ندارم بزنم منم باشون حرفی ندارم بزنم من 49 سال سنمه در 25 سال در 23 سال اخیر 193 تا زندانی آزاد کردم هنوزم دارم میکنم هنوزم شکست نمیخورم میام اینجوری حرف میزنم آگاهی میدم میگم آقا نکنید رأی ندید اصلاحات مستحاد ما نداریم پزشکیان از همه بیناموستر و پوفیوستره یکی از یکیشون بیناموسن از اون خایمنی پوفیوس بیناموس بگیر تا اون پایین حرف های شانشا آریامه رو گوش بکنید آقا شانشا آریامه رو دوست نداری حرفاشو گوش بکنی خوشت نمیاد تاریخ بخون کتاب بخون کتاب بخون کتاب کتاب برو مطالعه بکن مطالعه که میتونی بکنی ها مطالعه هم نمیتونی بکنی گوگل سرچ بکن گوگل نمیتونی سرچ بکنی پیجای اینستاگرامی هست میری چهار تا پیج چهار تا رو نگاه میکنی برو اونا رو نگاه کنی یک ذره معلومات خودتو ببر بالا چی میکنی بعد به چی میخوری آخی تو میای میای, میای میگین آقا فرشاد شاهیه فرشاد شاه دوسته حرف فرشاد رو گوش نکنی خب گوش نکن تو فکر میکنی برای من چی میشه من برای تو دارم قصه میخورم اگر الان اینجا از الان امروز جمعه از شرکت از یه ساختمون دارم میرم یه ساختمون دیگه شرکت ما وسط را زدم کنار لایو گذاشتم الان لایو من 900 نفرش برم من برای شما 900 نفر دارم میذارم وگرنه من که ببین من احتیاجی ندارم که ببین من پاسپورتم آلمانیه برو نگاه کن به این پاسپورت چندم دنیاست پاسپورت دوم سوم دنیاست اگه اشتباه نکنم من 190 تا کشور بدون ویزا میرم من فردا اراده بکنم بلیت میخرم میرم آمریکا من اقامت ده ساله آمریکا رو گرفتم به نظر تو عقلم کمه به نظر تو من عقلم کمه میام اینا رو میگم تو رو دارم به تو آگاهی میرسونم که آقا تویی که تو ایرانی تو هم وطنی که مهاجرت کردی اومدی خارج از کشور نرو رای نده مشروعیت نبخش به خواهی منی پوفیوس دجال جوونای ما خونشون ریخته شده تو ایران دوست داری؟ ایران دوستی؟ تو ایران پرستی؟ تو ایران دوستی؟ تو وطن دوست دوستی؟ تو مردم ایران برات مهم من نرو رای نده تو مشروعیت نبخش به نظام توتالیته کسی جمهوری کفتار سواد اسلامی من دیگه به فشارم دوستان رفته بالا بایستی برم برس فشار بخورم میذاره یا آبی بخورم واقعا حالم خیلی همچین مناسب نیست لازم دونستم این لایو رو بذارم این لایو منو پخش بکنید به دوستانتون بدید نگاه بکنه کانال یوتیوبی میذارم اینو تو کانال یوتیوب نگاه بکنید این لایو منو بدرود به شما